سلام، با برنامه زیربنا با من مرسل منصوری خوش آمدید. تقویت سکتور خصوصی یکی از کارکردهای بزرگ و اساسی دولت است. به تازگی رئیس جمهور غنی فدراسیون اتاق‌های افغانستان را افتتاح کرد. برای بحث بیشتر در این مورد آقای عبدالنصیر رشتی عضو اتاق صنایع معدن و شبیر بشیری آگاه امور اقتصادی با ما هستند. مهمانان خیلی خوش آمدین به بحث امروز برنامه زیربنا. در نخست می‌خوایم آقای رشتی از شما بپرسم که افتتاح یا ایجاد این فدراسیون را چه می‌دانین و چه منظور ایجاد شده؟ سلام خدمت شما و جناب بشیری صاحب. هدف از ایجاد فدراسیون اتاق‌ها به هدف رشد و انسجام فعالیت‌های بهتر اقتصادی و ایجاد کار و کاهش فقر و به می شکل به خاطر تقویت زنان تجارت پیشه و متشبث و همچنان جلب سرمایه گذاری ها به خاطر اتکا به خودکفایی و رسیدن به خودکفایی ایجاد شده که قبلا تمام فعالیت ها به شکل پراگنده وجود داشت و از زمانی که اتاق‌ها ایجاد شد که از او جمله 5 اتاق رسمی که ایجاد شد که اتاق صنایع و باشین اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اتاق صنایع معدن و صنایع، اتاق پیشواران، اتاق زنان و اتاق زراعت. از زمانی که اتاق‌ها ایجاد شد در امور قانون اتاق‌ها حقوق یا ایجاد فدراسیون اتاق‌ها نیز تصویب شد که به خاطر هماهنگی هرچی بهتر و خوبتر که بتانه از سمی 5 اتاق نمایندگی بکنه از 21 عضوی تشکیل شد که از هر اتاق 2 الی 4 نماینده معرفی شد و از او جمله 3 نفر از این از طرف ریاست جمهوری معرفی شد تا این فدراسیون بتانه اینمی امورات تمام اتاقها را منسجم بکنه و با ساخت و ارائه طرح و پالیسی به شورای اقتصادی که بزرگترین مرجع تصمیم گیری است اونجا ارائه بکنه و تا باشه که بهتر اینمی امورات اقتصادی را انجام بدن. بله آقای رشتی، چه فکر میکنین چقدر نیاز به ایجاد چنین فدراسیون دیده میشد؟ خب معمولا در تمام دنیا زمانی که اتاقها تعداد یا کثرت اتاقها بیشتر شود اینجا نیاز است که یک فدراسیون ساخته شود تا از مجموعی اتاقها یک نماینده به این فدراسیون معرفی شود تا هر سکتور مشکلات و چالش های خود بتوانند در این فدراسیون مطرح بکنند و بعدشان بره به شورای اقتصادی و در اونجا فیصله و تصمیم گرفته شود. قبلا این اتاقها که ایجاد شد اولین اتاقی که اتاق تجارت و سرمایه گذاری بود، این اتاق با اتاق صنایع معدن افغانستان زمانی که از هم جدا شدن اینا مشکلات و پرابلم های خاص خود داشتن، با بوخ منظور بود که اتاق از هم جدا شد و چون اینجا منافع تضاد منافع وجود داشت، اتاق صنایع و اتاق تجارت و سرمایه گذاری بیشتر تمرکزش بالای تجارت بود ولیکن اتاق صنایع معدن بیشتر تمرکزش بالای صنعت و معدن بود. به اون خاطر به خاطر که منفعت تضاد منفعت اینجا وجود داشت این اتاق از هم جدا شد. در پلوی از اتاق پیشواران ایجاد شد، اتاق زنا به شکل اتاق زراعت. هر اتاق یا هر سکتور مشکلات و پرابلم های خاص خود داشتند که نمیشد یک بارگی با اینا پرداخت. بنان ایجاد میکرد که تا یک فدراسیون ساخته شود و این فدراسیون آدرس واحد و مشترک از تمام این اتاق ها باشه و بتانه مشکلات خود به سطح خیلی بلند که مو مرجع آخرین مرجع تصمیم گیری شورای عالی اقتصادی است اونجا مطرح بکنه و هر اتاق پیشنهادات و طرح های خود با خاطر بهبود وضعیت اقتصادی و مو سکتورشان به این فدراسیون ارائه بکنه بعدش هم تقدیم شورای عالی اقتصادی شود. بله آقای شبیری بشیری سلام، وقت شما بخیر. میخوام دست شما هم بپرسم که چقدر نیازمند میدونستین که چنین یک فدراسیون ایجاد شوه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و ادب خدمت شما، بیننده های بسیار خوب تلویزیون آریانا و آقای رشتی صاحب سلام و احترامات خدمتشان. ما خو در کل طرفدار انسجام فعالیت های سکتور خصوصی زیر چتر اتاق تجارت و صنایع هستم و هنوز هم از این فکر دفاع می کنم و من فکر می کنم که اتاق تجارت و صنایع که حالا به نام اتاق تجارت و سرمایه گذاری شده تاریخ خوبی داره، گذشته خوبی داره و تجربه خوبی داره و در منطقه هم از اتاق هایی بوده که در منطقه شاهد
یکی دو اتاقی که بودیم، یکی از اون اتاق صنایع و تجارت افغانستان بوده که بیشتر از 80 سال تاریخ داره. ما در ابتدا طرفدار انسجام یا ای قماش یا ای کتگوری از مردم جامعه ما زیر چتر اتاق هستم. دوم امو شطور گفتن که کجای چرا پشتت کپ است، گفت کجای ما راست است که پشتم کپ باشه. کدام کار از حکومت راست است که ولی کار دیگه شما بشینیم به تحلیل بگیریم. فرض مثال اگر امروز فدراسیون ایجاد شده، ما وقتی که در سکتور خصوصی کار میکردم و اسلام آباد یک سفر داشتیم، باز ما فدراسیون سکتور خصوصی اسلام آباد دیدم. سیستم کونا دارن، اما سیستم سیاسی و سیستم حکومتداری و فدراسیون اتاقها که دارن با اون سیستم حکومتی که اونا دارن کاربرد داره و میتونن که با این سیستم ها اونا کار بگیرن. ما در یک نظام ریاستی در داخل کشور و با داشتن فدراسیون ها یا با داشتن همچون فدراسیون، من فکر میکنم که یک کار یا یک فکر نسبتا غیر استراتژیک در راستای ایجاد شدن از این فدراسیون شده، یعنی فکر دورنگر و آینده نگر نبوده. بنابراین اگر این فدراسیون صلاحیت های امی چند تا اتاق که ایجاد شده که بگیره از دست از اونا، چون دیگه کار نداره، لایه وظایف از چی است من نمیفهم، ولی افتتاح شده لایه وظایف شو نمیفهم، اگر صلاحیت این اتاق را بگیره بازی اتاق ها خیلی چی کنه. اگر قرار است که فدراسیون نظارت کنه و هماهنگی را ایجاد کنه، خب باشه دیگه، یک کار صورت گرفته، افتتاح شده، اتاقام تعداد اتاقام زیاد شده، ما مجبور هستیم که حاله مثبت فکر کنیم، بگویم در تعدادم خیر است. در غیر از او اگر صلاحیت از اتاق با ویژه از اتاق تجارت بگیره، بعد از صلاحیت های بالقوه را تا این فدراسیون چند سال نیاز داره که خود برسانه و من مطمئن هستم که افراد مسلکی ها موجه داخل نمیشه، چون حکومت تعیین میکنه و تعیینات حکومت مبنای سیاسی داره نه مسلکی. چند سال نیاز است تا این مانند اتاق تجارت روابط جهانی و منطقه ایجاد کنه، تشکیل داشته باشه و کارکرد کنه. بنابراین بازم یک عرج و مرج در داخل یک کتله به نام سکتور خصوصی ایجاد میشه و در اقتصاد بازار این کتله باید خوب نقش بازی کنه. متاسفانه که باز این کتله پسیف باقی میمونه و در اقتصاد بازار موضوع استفاده خوب نمیتونه. بله، تشکر. آقای رشتیا، نظر شما در این مورد چه است؟ واقعا ایجاد این فدراسیون میتونه بیهوده باشه و اتاقها را سلب صلاحیت بسازه؟ من بیشتر باورمند به این هستم که با ایجاد فدراسیون ما میتونیم که بیشتر امورات اقتصادی خود را منسجم بسازیم و بیشتر به کارا و برنامه اقتصادی خود برسیم. ببینید دلیلی که چرا اتاق صنایع و معدن از بدنه اتاق تجارت جدا شد، یکی دلیل عمدهشی بود که قسمی که بیشتر من اشاره کردم، اینجا تضاد منافع وجود داشت. یعنی اتاق تجارت و سرمایه گذاری بیشتر تلاشش به این بود که و بیشتر حل به موضوعاتی که مربوط تجارت بود میپرداخت، بحث معدن و بحث صنایع و بحث تولید اقدر جدی گرفته نمیشد. به این منظور بود که اتاق صنایع و معدن تشکیل شد تا بیشتر تمرکز بالای صنعت و معدن داشته باشه. ببینین امروز مشکل عمده افغانستان چی است؟ مشکل عمده افغانستان فقر و فقر و بیکاری است. تجارت نمیتونه که جایگاه کار در مارکت ایجاد بکنه. فقط مسیری که میتونه این مشکل حل بسازه رفتن کشور به طرف صنعتی شدن است و جلب سرمایه گذاری ها در کشور. بنان به او خاطر بود که این دو اتاق از هم جدا شد و امروز شما شاهد هستین که خوشبختانه اتاق صنایع معدن افغانستان تانیسته که بیشتر از 5000 فابریکه را تا این دمه داشته باشه و بیشتر از 51 قلم جنس در افغانستان تولید بکنه و در 30 چند سکتور داره به خودکفایی رسیده. یعنی زمانی که این اتاق از او جدا شد تانیست که بیشتر به مراد خود برسه. اما یک بحث دیگه، زمانی که اتاقهای دیگه ایجاد شد، مثلا 5 اتاق رسمی که امروز در افغانستان در سکتورهای مختلف دارن فعالیت میکنن، این نیاز به انسجام داشت، این نیاز به بله دفاع بکنه و کارهایشان بیشتر انسجام ببخشه.
بله، تشکر. دوباره به شما برمیگردیم. آقای شبیری، شما چه فکر میکنید که آیا واقعا جدا شدن اتاق صنایع و معادن از اتاق تجارت و صنایع که حال به اتاق سرمایه گذاری تبدیل شده، واقعا تونسته یک فکر خوبی باشه برای سرمایه گذاری و صنایع معادن جدا از سرمایه گذاری و رشد تجارت در افغانستان هست؟ چقدر این اتاق تونسته تا کنون پیشرفت هایی را داشته باشه؟ ما در مورد پیشرفت های اتاقا چیز نمیدانم، چرا که در داخل اتاقا من نیستم و ای که اینا چرا جدا شدن، با کدام دلیل جدا شدن و مهم نیست. ما در مورد از اتاوال فکر نکردیم، ولی هانچه که مهم است که روی از او در این برنامه بحث کنیم، بحث ایجاد فدراسیون است و ما میخوایم یک نکته بسیار جالب در مورد ازی براتان بگویم که بعد از یک سال که از زندگی فدراسیون بگذره، یعنی نمیفهم که امروز یا دیروز افتتاح شده و بعد از یک سال که اولین گزارش خود ارائه کنه، ما برتان اطمینان میتونم که به لحاظ کمی و کیفی در فعالیت های اقتصادی و تجارتی کدام تغییری را شما شاهد نمی باشین و فقط و فقط یک سال سپری میشه و تا یک سال اینا املای وظایف خود اگر بسازن، میکانیزم کاری خود بسازن و رای خود پیدا کنند که ما به کدام را باشیم، اتاق به کدام را باشه یا با اتاق تج نکنند که لایه وظایف فردو مشابه نباشه، ما خوش می باشم اگر در یک سال همقه کارم شود. ولی به لحاظ تغییر در کمیت و کیفیت محصول، خدمات و تجارت، ما بر شما اطمینان میتونم که اندکی این نهاد به نام فدراسیون کار از دستش ساخته نمی باشه. بله آقای رشتیا، آیا لایحه وظایف فدراسیون به شما مشخص شده و در کدام چارچوب باید حرکت بکنید؟ چگونه از این به بعد فعالیتاتون را پیش ببرین؟ خب ببینین، هدف از ایجاد فدراسیون هم بیشتر قبلا خدمت شما گفتم که هدف از این رشد و انسجام فعالیت‌های اقتصادی است و ایجاد کار و جلب سرمایه گذاری ها. بله آقای رشتیا، آیا اتاق شما به خاطر رشد و سرمایه گذاری کار نمی‌کنه؟ خب ببینین، ما قبلا انجمن ها داشتیم، اتحادیه ها داشتیم، وقتی که اینا با هم یک جای شدن اتاق تشکیل شد و بعدش که کارها بیشتر از او پیش رفت، بعدش هم رفتیم به طرف ایجاد فدراسیون. ببینین هیچ تچ با اینا نمی کنن. ممکن قسمی که آقای بشیری گفتن که اونا خیلی خوش بینانه به این موضوع برخورد نمی کنن، او نظر خودشان است. و اما به نظر من ایجاد فدراسیون یکی از دلایل اصلی که ما تا هنوز نتونستیم که با یک صدای واحد از سکتور خصوصی حمایت بکنیم امی بوده که اینجا ما گفتم که از 5 اتاق نماینده دارن، 5 اتاق کارمندا و افراد مسلکی خود داره که اینا اونمو مشکلات، فرصت ها، چالش ها و مشکلاتی که در این اتاق ها موجود است اینا را واحد میکنن، اینا با هم کار میکنن، افراد خیلی خیلی متخصص، افراد خیلی کاردان در این فدراسیون آمده که از تجربه خیلی کلان برخوردار هستن و هیچگاهی تج با اتاق ها نمیکنه. اتاق ها هم مثل که قبلا اتحادیه ها وجود داشت که صلاحیتشان تا حد یک اتحادیه بود، بعدش که اونا به اتاق تبدیل شدن صلاحیتشان به یک اتاق ارتقا کرد، بنان اینا در جای خود می باشه، اتاق ها در جای خود می باشه، هیچ کدام مشکل وجود نداره. اتاق ها به سطح منطقه مثلا در هر ولایت یک اتاق موجود است که میتونن مشکلات عمومی ولایت اونا به مشکلات و چالش ها و فرصت ها را به اونا کار بکنن، مشکلات سرمایه گذاری را به اونا کار بکنن، فرصت ها را روش کار بکنن. بنان زمانی که اینی چیزها را اتاق ها تهیه میکنه، بعدش به فدراسیون راجع میشه، فدراسیون اونمو طرح و پالیسی هایی که داره مطابق اونمو مشکلات، چالش ها و فرصت ها ایرا پیشنهاد میکنه به شورای عالی اقتصادی و اونجاست که در اینجا باز تصمیم نهایی گرفته میشه. بله آقای رشتیا، یعنی در حال حاضر رؤسای این اتاق ها توانایی حل مشکلات این اتاق ها را ندارن که در این فدراسیون باید اشخاص فنی تر و با صلاحیت تر بیان و مشکلاتشان را حل بکنن؟ خب من قسمی که بیشتر به شما گفتم اینمی 21 عضوی که این فدراسیون داره، این اشخاص و افراد مسلکی و کارکشتی هستند که ازمی اتاق ها انتخاب شدن. حالا در صورتی که بله آقای رشتیا، پس این افراد کارکشته و فنی که در همین اتاق ها وجود دارن، چه نیاز است که بیان زیر یک چتر جمع شوند؟ خب میتونن مشکلشان حل بسازن و هر اتاق مشکل خودش حل بکنه پیش بره. ببینین بس اساسی در کجاست؟
چرا ایجاد شده این فدراسیون؟ مشکل اساسی ما اینه میجاست که ما میخواییم این موضوع را خدمت شما تشریح بکنم، به خاطر که من پیشتر قبلا اشاره کردم که ما در هر ولایت یک اتاق داریم و تقریبا در حدود از هر اتاق یعنی یک اتاق ولایتی هم داریم که در مجموع 5 اتاق رسمی است. این 5 اتاق رسمی در هر سکتور که هست این اتاق ها مشکلات و فرصت ها و پرابلم های خود خاص خود داشت که ما نتانستیم در این مدت 18 یا 19 سال بعد از مرحله بازسازی در افغانستان اینمی مشکلات واحد بسازیم، توحید بکنیم و برشگرای حل پیشنهاد بکنیم. ببینین امروز ما نتانستیم که بحث برق و امنیت و جلب سرمایه گذاری ها و زمین حل بکنیم، چون هر سکتور جداگانه میخواستن عمل میکردن و هیچ کس از سکتور دیگه نمیتونست که از یک آدرس مشخص حمایت بکنه. و این 5 اتاقی که بود اینا 5 قسم مشکل و یا 5 قسم طرح و گپای خود داشتن. ولیکن وقتی که در تمام دنیا شما ببینین وقتی که تعداد یا کثرت اتاق ها بیشتر میشه، اینجا نیاز میشه که فدراسیون اینا را رهبری بکنه، یعنی از این مجموعه پنج بله. اتاق یک اما آقای رشتیا بله فکر نمی کنید که این همه میتونست در همون یک اتاق تجارت و صنایع فعالیت بکنن و اگر مشکل داشتن از یک آدرس همون اتاق تجارت و صنایع مشکلشان گفته میشد و حل میشد. حالا که خود چرا بسیار سوال خوب کردین، اینجا تضاد منافع وجود داشت. ببینین اتاق زراعت میتونست مشکلات بخش یا سکتور زراعت حل بکنه، اتاق پیشواران مشکلات خود را داشتن، چالش های خود را داشتن، و میشکل اتاق زنان مشکلات خود را داشتن و تجارت و صنعت مشکلات خود را داشتن. اینا هیچگاهی نمیتونستن که از حقوق و منافع که دیگه خود را حمایت بکنن یا دفاع بکنن. بله. پس آقای رشتیا بله دوباره سوال اینجا پیش میاد، در حال حاضر هم که همین گونه است که نیاز به ایجاد یک فدراسیون شده تا این فدراسیون بتونه این مشکلات اتاق ها را حل کنه؟ پیش از هم همین مشکلات بود نمیتونستن حل بسازن و تضاد منافع وجود داشت، در حال حاضر هم همین گونه است؟ این هر دوش یکی است؟ نه ببینید، او مشکلات یک بحث جدا بود و ایجاد فدراسیون یک بحث خیلی جداست. هدف از ایجاد خب حالا هم شما گفتین که فدراسیون به خاطر حل مشکلات مثل نبود زمین، نبود برق و دیگر کارها ایجاد شده، پس در گذشته هم چنین مشکلات بین اتاقها یا در اتاق تجارت و صنایع وجود داشته، کدام مشکل جدای دیگه هست که بتونه فدراسیون حلش بسازه؟ ببینین اتاق ها بین هم مشکل نداشتن که اتاق ها بین هم مشکل داشته باشند، مشکل در عموم بود. مشکل عمومی اینمی چند موضوعات را که من یادآوری کردم، این مشکل در عموم بود. اینا هر کس به مو منافع اتاق خودشان کار میکردن. مثلا سکتور زراعت مشکلات خود داشت، بیشتر تلاش بود میکردن تا مشکلات او سکتور حل شود. تجارت و سرمایه گذاری مشکلات و یا چالش های خود داشتن، بیشتر تمرکز بالای موضوعات خودشان داشتن. بنان وقتی که فدراسیون ایجاد شد و از هر اتاق یک نماینده یا چند نماینده به توسط خود اتاقها انتخاب شدن، اینمی اعضایی که متشکل از 21 نفر هستن تمام اینمی موضوعات را زیر یک چتر از یک آدرس میخواین بالاش کار بکنن. و هدف از ایجاد فدراسیون هم همی بوده که اینمی فعالیت ها را انسجام ببخشن از یک آدرس مشخص تا باشه که بیشتر و خوبتر عملکرد صورت بگیره. بله آقای بشیری چه فکر میکنین شما که چرا حکومت دست به این کار زده و این فدراسیون را ایجاد کرده؟ واقعا چنین است که آقای رشتیا بیان داشتن؟ این حکومت چرا این کار کرده دست به ایجاد فدراسیون زده؟ خدا شاهد است که من نمیدانم و حکومت بسیار فکر و کارا میکنه، به خودش معلوم است. و ما به عنوان ما شخصا به عنوان که اگر از نمایندگی مردم افغانستان صحبت کنم، مردم پبلیک عام بیچاره، من نمیفهم حکومت چرا میکنه و چی فکرایی داره. اگر مؤلفه ها را در منطقه و همسایه های خود مورد بررسی قرار بدیم، در منطقه نظر به نظام و سیستم حکومتداریشان، بحث ایجاد نمودن اتاق های متعدد و ایجاد نمودن فدراسیون به اساس همون نظامی که اونا دارن و سیستم سیاسی که به کار میبرن خیلی مؤثر و مفید برشان تمام شده. من اشاره کردم در صحبت های قبلی هم که بر نظام ریاستی یک مقدار تطابق نداره و مؤثر تمام نمیشه، ولی حالی که حکومت تصمیم گرفتم که یک چیز را ایجاد کرده، اگر این فدراسیون در حد نظارت و بررسی از فعالیت ها و هماهنگی و در بعضی از نقاط
حمایت از اتاقای ضعیف کنه، چرا که اتاقایی که جدیدن ایجاد شده به لحاظ بودجوی و مالی من فکر نمی کنم که یک سال دوام بیارن یا بتانن مصارفشون برآورده کنن. اگر در این قسمت ها از این اتاقای حمایت کنه، من فکر می کنم شاید به شکل نسبی یک مقدار موثریتش محسوس شوه یا احساس شوه. بله تشکر. آقای رشتیاب، عنوان آخرین سوال میخوام از شما بپرسم که بعد از ایجاد این فدراسیون چقدر اتاق ها متحد خواهد شد و میتونه که چقدر تغییرات را با وجود بیاره در سیر رشد اقتصادی؟ بدون شک ما انشالله امیدوار به این هستیم که با ایجاد فدراسیون ما تغییرات چشمگیری در قسمت جلب سرمایه گذاری ها، کاهش فقر و به می شکل رفتن افغانستان به طرف یک کشور صنعتی ما شاید از این خواهد باشیم. و بیشتر تاکیدم به خاطر ایجاد این فدراسیون این بوده که سکتور خصوصی بیشتر و بیشتر فعال شود، بیشتر و بیشتر منسجم شود و مراد شود و در قانون امور اتاق ها همچنین چیز ذکر شده که بعد از اینکه اتاق ها انتخاباتشان صورت میگیره اینا میرن به طرف ایجاد ساختن فدراسیون تا یک چتر واحد، یک صدای واحد به خاطر حل مشکلات و به خاطر ایجاد فرصت ها و جلب سرمایه گذاری ها و همچنان. بله تشکر از شما. بس و تجارت پیشه و اتاقهایی که تازه ایجاد شده بتانند بیشتر جلب و حمایت حکومت به خود داشته باشند و در شورای عالی اقتصادی از اونا بتانند خوبتر و بهتر حمایت بکنند. بله ممنون از مهمانان که در بحث ما حضور یافتین، موفق باشین. و بیننده های عزیز، این هم نرخ ارزها در بازارهای امروز کابل. و این هم بهای طلا در بازارهای امروز کابل. با پایان برنامه زیربنا رسیدیم. خداوند نگهدارتان.